بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مره هدایت شده. خیلی متشکرم آقای هدایت شده هیئتی. السلام علیکم. سلام الله استاد بزرگوار، جزاکم الله خیر. گلایه ای دارم پدر بزرگوار، چرا رایزنی نمی کنید با برادران و دست اندرکاران مدرسه توحیدی لاهور برای پذیرش هدایت یافتگانی که حداقل قبلتر اعلان هدایت کردند؟ عزیزم من سه ساله اینها از تماس با بنده ممنون شدند. سه ساله این اولین تماس شونه با فسادی که بعضی از جاسوسان سنی انجام دادن که قبلا اینجا تو در تلویزیون میخواستن این تلویزیون رو تصاحب کنن، آبکار خبیس باشه، نام پرکانهی کرده در کشورهای عربی، دقت میکنه اینه. اینجور جاسوسان معمولا جاسوسای دو طرف هم. فساد و افساد آسونه. شما با یک کبریت شهری رو میتونی بسوزونی. برزه من بارها گفتم اطلاعات ایران از راه جاسوسان سنی با اطلاعات کشورهای عربی رو به بازی میگیره و گرفته. الله متعال شاهد است هر زمان خبری از مدرسه پرفیض دکتر علامه احسان الهی زهیر، ایشان دکترا بالاتره، علامه احسان الهی زهیر میشنویم قلب ما میلرزد و از لابلای تپشهایش حسرت حضور در آن مکان به جانمان رخنه میکند. بله میتونم، اینو من میتونم. شما کسانی که عاشق علمن، بله، و سفیر ایران به شما زنگ زده بود، میدونن مدرسه یعنی چی که شما ایرانی قبول نکنید. 40 تا جاسوس اونجا گرفتن، 40 تا جاسوس ایرانی و غیر ایرانی، همه نوکران ایران. بعضیشون شیعیان که گفتن، ببخشید این کلمه رو میگم ما هدایت شدیم. از هر سنی، افغانی، ایرانی، همه جور جاسوس. بعد از اون ایران به هدف رسید، برای که قبول شدن ایرانی ممنوع شد. ولذا اولین درخواست من اینه که ایرانیانی که شناخته شده اند قبول بشن تا اینکه ایران به هدف خودش نرسه. و بارها گفتم مدیر مدرسه رو مسموم کردن، خود مدیر مدرسه چند بار تصمیم گرفتند که بچاپنش ببرنش ایران و در افغانستان مسمومش کردن. چند سال طول کشید تا الان یه مقدار بهتر شد، یه مقدار، نه کامل، خدا شفای کامل اتاش کنه. ایران پرفسادترین کشور دنیای فعلیه. ضربه ای که شیعه و ایران به اسلام زده و میزنه، اسرائیل 100 تا اسرائیل ازش عاجزه. من یکی از طلاب معهد هستم از کشور افغانستان. 3 ماه طول کشید تا توانستم در معهد داخله بگیرم، اما ناامید نشدم. دم در به معهد خوابیدم. آفرین بر شما. شما خب مشکل ایران نداشتید. گفتم یا جنازه من از اینجا برداشت میشد یا داخله میگیرم. بالاخره بعد از 3 ماه پذیرفته شدم. تا اون موقع مدیر معهد نبوده، آقای محمد امین غوری از لاهور. اون موقع فکر کنم شما قبلا با من چیز کردید یا نه، قبلا از راه غیر مستقیم با من تماس داشتید یا نه. متاسفانه به همین جرم به منم داخله ندادند، ولی به شدت مقاومت کردم. پول نداشتم، نان خوش میخوردم، ولی بر نگشتم. آفرین، آخه باید جوینده یابنده بود.